داداش نگرانتونه. اون فقط نگران خودشه. عجیبه برام، شما که اینقدر با هم خوب بودین چی بینتون گذشته که حالا میخواین داداش جداشین؟ مشکله برام همینه. دو دقیقه هم نمیشه باش حرف زد، خیلی عوض شده. ماجرای سیاوش هم با هزار منت خواهش بهم گفت. پس دلخوری شما سر قضیه سیاوش نیست؟ نه. کی فکرش همی که سیاه بره سراغ معباد؟ خیلی بهشون نمیخوره که برن سراغ معباد، اما درگیرش شدن. سیاوش با خیلی فرق داشت، هم داداش بالا سرش بود، هم شما حواستون بهش بود. با شما در این مورد حرفی نزده بود؟ کی؟ سیاوش؟ ظاهرا شما زودتر بو برده بودید. احتمالا هم باش حرف زدین. آره میدونستم مواد مصرف میکنه. تنها کاری که کردم به باباش گفتم، گفتم شاید درست نماشه خودم مقابلش وایستم. خوب کار کردی. پس اگه دلخوری شما سر قضیه سیاوش نیست، سر چیه؟ چی بینتون گذشته زن داداش؟ چه اهمیتی داره بین ما چی گذشته؟ مهم اینه که دیگه دوستش ندارم. تو رو خدا اینجوری نگین، داداش دوستتون داره. شاید پیش خودتون بگین جوونم، خامم، ولی به ارواح خاک سیاوش روا نیست تو این شرایط داداش تنها بذارین برین. اونم این شرایطی که داداش الان بیشتر از همه به شما احتیاج داره. اگه ندیده بودم یه چیزایی رو اینا رو نمیگفتم. دیدم که بهتون میگم. زمان خیلی چیزا رو به آدم نشون میده فراز. باید بند میگشتم. هم به ایران، هم به 15 سال پیش که مثل وصله یه ناجور دور انداخته بودمش. واسه همین برگشت این که بریم پیش این یارو. کجای منطقه شما میگه با وجود داشتن شوهر میشه با یه غریبه ملاقات کرد؟ جدا شدن من هیچ ربطی به این آدم نداره. اومدم پیشش بلکه بتونم دخترم رو ببینم. شما از شوهر قبلیتون بچه دارین؟ فهمیدم که مرده. سلام خانم جونو خودم قربونه.
چشمات برم من ناصر جان با بلبلشم بر بده مادر. سلام مادر جان. سلام. سلام علیکم. علیکی سلام. ناخونک نزن ریخ میفته. اعصاب نداری یا فربه خانوم؟ به جای اینکه واسه اینقدر کتلت خوردن من اینجوری احمد و تو هم کنی بیا برو ببین شوهر چشه که با یه من اصلا نمیشه خوردش. چرا مگه چی شده؟ خوش دارا خونم مشتری بهش شده. درست حرف بزن ببینم چی میگی؟ واسه ده درف در خونه مشتری پیدا شده. بگیر اینو ببر رو میز. بده من اینا رو. مادر جان باز داری با این عینک ور میری که این پیچه چل شده. صفر کنم خوب میشه. بیا بریم واسه یه دونه نوشو بخرم. ها شماره چشمتم زیاد شد. به چشم من عیب نذار پسرم. من که از پس شما بر نمیام. لاغل بده شاید از پس این بر بیام. قلق داره. هر کسی نمیتونه. خما شدیم هر کسی. خب حالا چه خبر؟ هیچ. ولی سگرمه هات اینو نمیگه. امروز عطری یه مشتری آورد واسه دفتر خونه. میگه خوبه. خیره. به سلامتی. مادر جان هنوز دیر نشده ها. اگه شما بگینه منم از فروش انصراف میدم. اون وقت با دلت چی کار میکنی؟ این دفتر خونه خیلی وقته به نام توه. مال توه. اختیارش دست خودته. مشتری به این خوبی آمده. چرا دست میکنی؟ بابا اصلا چرا خونه رو نمیفروشین؟ حالا شما تو کار بزرگتره دخالت نکن باشه؟ مگه نمیگه این خونه مال من و فرزان است؟ پس ما تصمیم میگیریم چی کار کنیم دیگه نه شما. نه خیر خونه رو نمیشه فروخت. برای همیشه که نمیخوایم تهران بمونیم. توکل میکنیم به خدا. مخلصیم فریب خانم. خسته نباشی. بالاخره هرچی بشه بهتر از این هول و ولاییه که این روزا داریم. لااقل هممون دور هم دیگه جمعیم. بلنشیم بیاییم سر غذا تا دهن نیفتاده. البته اگه این وروجک چیزی گذاشته باشه بمونه. محصل گوشه نسبت خونی نمیشتسته باقی. قربونت برم عزیز. یالا یالا بفرمایی. بیا محصل گوشه. دست نشسته نشیزی سر میز. دختر باش. خب آبا بسه یه ذر بخورم الان. نه خودم گوشه نمی حافیه. بله بفرم. گوجن بذارم براتون یک کوچولو. چش بفرما گوجن میخوام. باشه برو دستاتو بشور. بله من نگرانم. من فارغم. یک کیلو میده خانم جون. نیس بفرما. مرسی. همینجاست فکر کنم. منتظر میشم کارتون تموم شد برگردی. من بر نمیکردم فراز. اگرم واقعا نگران منی بمونم نگو که پیدام کردی. نه تو نه اون برادرت نمیتونیم زنده منو به اون خونه ببریم. خدا حافظ. حالا واسه چی رفت در خونه پارسا؟ میخواستم یه خبر از هستیم بگیرم. پیش کی میتونستم برم غیر از حمید؟ تنها امیدم به تو بود. تو هم که گفتی هیچ خبری ازش نداری. خب حالا چیزی هم دستگیرت شد؟ به
افسانه یه چیز میخوام ازت بپرسم. میخوام راستشو به هم بگی. باشه. تو خبر داشتی که عزیزی من مرده. چیزی به من نگفتی. هستی؟ حمید بهم گفت دخترم مرده. اون بهت گفت که هستی مرده؟ مرده، هستی من مرده. هستی من مرده همزاده. معلومه کجایی بسرم؟ دنبال عوامر شما. داداش خونه هست؟ اون تو خونه بند میشه؟ فرشه هنوز اینجاست؟ خودم ازش خواستم یه چند روز بمونه. مادر نوامه، بچه‌شو از دست داده. خدا رو خوش نمیاد بسرم. توقع داری تا وقتی اینجاست پسر تو خونه بند بشه؟ فکر میکنی برادرت به خاطر اینکه این بیچاره اینجاست تو خونه بند نمیشه؟ اون الان یا دنبال کارهای شرکته یا دنبال محبوب است. کدوم شرکت مادر من؟ از وقتی برگشتی یه سرم اونجا نزده. آه با. پس آقا محبوب است همه چی براش مهمتره. برای شما چی مهمتره؟ بذار فرشته برگرده سر زندگیش. همین خانم که داری سنگشه به سینه میزنی بهت گفتم که چجوری کل هیئت مدیره رو گذاشت رو بره داداش. باش حرف زدم، من زبونشو بهتر میفهمم. ببین چطوری خبرش بیاد که درخواستشو پس میگیره. از طرف داداش قول و قرار نذاری. منتظر بودم جنابالی تشریف بیارین ازتون اجازه بگیرم. آخه هم شما رو خوب میشناسم هم داداشو. به خدا نصف بیقراری زنداداش واسه بودن فرشته تو این خونه است. یه جوری دهنتو پر میکنی میگی زنداداش، انگار که اصلا فرشته زنداداشت نیست. تو از اول محبوبه رو بیشتر دوست داشتی. اون به من بیشتر محبت میکرد. بچه بودی خرت میکرد بیچاره، میخواست توجه برادرتو جلب کنه. حالا ما هر چی بگیم شما وقتی چوبو برداشتی دیگه زمین نمیذاری که. حالا که عدو شده سبب خیر. ببین من نمیذارم فرشته از اینجا بره. بابا اون دختر معلوم نیست برگرده. اقلا فرشته داداشتو دوست داره، میتونن دوباره بچه دار بشن. مامان خب مگه دروغ میگم؟ بابا تو این مدت حتی نتونست یه بچه براش بیاره. اینقدر داداشو تحت فشار میذاری این دفعه میذاره واسه همیشه میره. اون هیچ جا نمیره. اون دفعه هم که رفت اون دختر هوای اون برای انداخت تو سرش. اگه این دفعه هم هوایش کرد چی؟ تو واقعا فکر میکنی محبوبه باز برمیگرده؟ تازه میفهمم چرا به داداش نگفتی من محبوبه رو پیدا کردم. یک جوری حرف میزنی انگار من ازش خواستم از این خونه بره. حالا پیش کی میمونه؟ چمیدونم که دوستش کی؟ چمیدونم یه خانم مدیر قبل ازدواج با داداش و اینو با هم دیگه رفت آمد بشه. پس اگه دختر هوا برش نداشتن چه در بوده که میخواد جدا بشه؟ خواهش میکنیم بعدم هم صحبت میکنه. کی بیاییم با هم صحبت کنیم خانم؟
محبوبه، محبوبه جان بیا بخور. برات خوبه، بخور. خوبی؟ تنها امیدم برای برگشتن دیدن دوباره هستی بود. نباید بدشون میکردم. امروز سنم فرو تو چشمای حمید دیدم. منو مقصر همه چی میدونه. همه ما میدونیم حمید پارسا تو چه شرایطیه. باید بهش حق بدی. هستی تو هم منو مقصر میدونی مگه نه؟ نه نمیدونم. من فقط میگم خودتو ناراحت نکن. اون موقع هم هستی حالش خوب نبود. آره بچه هم از اولم شانس نداشت. اینقدر کوچیک و ضعیف بود که میترسیدم بغلش کنم. به خاطر ریای مریضش مدام بهش دستگاه بست بود. اصلا من خودم به دنیا آورده بودمش، اما عملا نمیتونستم هیچ کاری براش بکنم. میدونستم از اولم بچه‌ام برام نمیمونه. نمیخوام قضاوتت کنم، چون که نمیدونم منم که تو شرایط تو بودم چی کار میکردم. شاید تقدیر اون طفل معصوم همین بوده. فکر کن اگه با این حال روز مونده بود، با پدری که حال روزش معلوم بود، با مادری که نمیتونست با این شرایط کنار بیاد، چه اتفاقی برش میافتاد؟ معلوم روز حالم خوب نبود. افسانه کسی تو رو مقصر نمیدونه. من فقط میگم به گذشته برنگرد. تو الان زندگی خودتو داری. تو دستی به چسبش. ولی همه هم مثل تو فکر نمی کنن. وقتی پدر مادرم هم فهمیدن که بچه‌مو ترک کردم و یه زندگی تازه شروع کردم، نخواستن درکم کنن. پدرم متهمم کرد که از مادری بویی نبردم، چون اینجا نبودن حال روز حمید و بچه‌مو ببینن. روز خودم رو ببینن. یه وقتایی به خودم میگم کاش هستیم اصلا زنده به دنیا نیومده بود.
مجبور نشم دست به اون انتخاب بزنم. باشو بریم خونه. نه افسر، تو خودت کلی کار داری. کار همیشه هست، الان تو واجب تری. میرم هتل، به اندازه کافی بهت زحمت دادم. تو خونه حواسم بهت بیشتر است. نمیتونم الان تنهات بذارم. میخوای بهش بگی که پیداش کردی؟ شما چی دلت میخواد بهش بگم؟ به من مربوط نیست. میخوای بگو میخوای نه؟ سلام. سلام. سلام دوش. معلوم از کجا هستی؟ میبینی که من درگیرم. امروز هم شرکت نرفتی؟ اتفاقا اومدم یه دوش بگیرم بعد برم. خود چیکار کردی؟ از اندازش خبر گرفتی؟ تلفنمو جواب نمیده. به سعادتی گفتم یه مجوز بگیره از طریق گوشیش ردشو بزنم. خودمون پیداش میکردیم دیگه. وکیلتو چرا قاطی ماجرا کردی؟ باید زودتر پیداش کنم. نمیخوام کار اشتباهی بکنم. فراز دیگه به صلاح نیست که ازش مخفی نگه داری. ترسم بره عالم و آدم رو پر کنه که زنم گذاشته رفته. هنو وقتش نشده. وقتشو تو میدونی یا من؟ نمیبینی داره غلط غلط تصمیم میگیره؟ بذار ببینیم اول محبوبه حرف حسابش چیه. حرف حساب چیه؟ نکنی تو داری چیزی از من قایم میکنی؟ نه بابا، یکم به این وقت بده، همه چی به داداش میگم. حالا چه عجله ای؟ خونه آقا جونی، از خودت هم باشه. نه خیر، شما کار نداری، دردت یه چیز دیگه است. باشه میگم. نه دردت اینه که یه نفر آدم جدید بیاد اینجا، اون وقت جناب عالی اینجا نباشی. از فضولی که داری دق میکنی ها. یعنی من داداش خودمو نمیشناسم؟ یه ماچ گنده از طرف آقا جونو بکن، خودم میام حسابی میچدونمش. باشه، با مامان کاری نداری؟ باشه، خداحافظ، خداحافظ. خوابید؟ آره بالاخره، حامد بود؟ آره بیچاره، میخواست بدونه تا کی باید خونه آقا جون بمونه. خب راست میگه دیگه، این از این، اون از اون، یکی که معلوم نیست کی سرکلش پیداشه. رسما اینجا شده خونه مادر بزرگه. نگفتی به حامد چی بگم؟ خودم به این زنگ میزنم. تو کار نداری؟ نخود سیاه دیگه. سلام علیکم خانم. سلام آقای تجلی. چه زحمتی فرزانه جونم، این دختر خودم میمونه. بزرگواری. ببینید خانم، از شما چه پنهون، من و خانومم تصمیم گرفتیم یه مدت بیایم تهران زندگی کنیم. به سلامتی آقای تجلی. یادتون رفته قرارمون چی بود؟ نه یادم نرفته اصلا. قولی که به بهزیستی هم دادم یادم نرفته، ولی خب من به فکر فرزانم باید باشم دیگه. نمیتونم همینجوری رهاش کنم بیاد تو شهر شما، که با اون چیکار کنم؟ نگرانشم. حمید پارسا رو چیکار می‌کنی؟ اون که اینجاست. شما که میدونی زهره وضعیتش فرق میکنه، هم پدرش زنده است هم مادرش. مادرش؟ مادرش چی؟ مادرش که همون موقع ولش کرد رفت خارج زندگی بکنه، حالا چی میخواد دیگه؟ بله،
ولی پدرش که اینجاست. تو این موارد خاص بچه هرچی از خانواده اصلیش دورتر باشه برای هر دو طرف بهتره. احتمالی که با هم روبرو بشن خیلی کمتره. ببین همه این حرفا درست، ولی ببینید خدا رو شکر تهران شهر درنده‌ست، اصلا کی کیو پیدا میکنه؟ حمید پارسا اگه بیاد اینجا دنبال ما بگرده خیلی راحت‌تر پیدا میکنه. در ضمن ما زمان اقامتمون در تهران زیاد نخواهد بود، همین فرزانه درسش تموم بشه دوباره برمیگردیم. ولی غرض از مزاحمت چیز دیگه بود. ببینید چون زمان ثبت نام گذشته، ما الان مشکل داریم که برای زهره هنرستان پیدا بکنیم. خواستم ببینم که شما در این خصوص میتونیم به ما کمک بکنیم. باشه، اگه تصمیمتون رو گرفتین من به بهزیستی اطلاع میدم. برای زهرم چشم، به همکارا میسپارم یه هنرستان خوب براش پیدا بکنم. مرسی، خیلی ممنون ازت. به خانواده سلام برسونین. خداحافظ. کلاس چی داشت زهره امروز بعد از ظهر؟ کلاس گل و سفال. برای ثبت نام زهرم با بانیا مشورت میکنی؟ مشورت چی؟ کدوم مشورت؟ هیچی، گفتم خودش مدیر هنرستانه، شاید چه میدونم. چرا از خودت حرف در میاری؟ خودم یادت رفت گفت من دوست دارم گرافیک بخونم؟ من گفت خب لازمه همه دکتر مهندس بشن. دیگه برو. خیلی خوب ناصر. یه حرفی دارم. باز در بره بانیا؟ نه بابا، تو هم. بله. میگم کاری که داریم میکنیم درسته؟ سلمه که درسته. باید نزدیک فرزانه باشیم دیگه. دو سال شوخی نیستش که. هزار تا اتفاق میتونه بیفته. همین الان هیچی نشده، دو روز فاضلا به خوابگاهشون گرفته. این تازه اولش. خانم تجلی کیفتون؟ کیف شما سیه؟ بله مال منه. دست شما چی کار میکنی؟ با عرض معذرت مجبور شدم داخل کیف رو ببینم. از روی کارت شناسایی تو فهمیدم دانشگاهتون اینجاست. چطوری گذاشتم بیاین داخل؟ کارت شناساییمو گذاشتم. شما تشریف میبرین منزل همون خانم مدیر دیگه؟ اومده بودم دنبال زنداداشم، محبوب خانم. شما محبوب خانم رو میشناسین؟ بله، زنه داداشمه. اتفاقا گفته بود دیشب با هم بودیم. خب چطور کیفو ندادین اینشون برام بیارم؟ گفتم شاید دوست نداشته باشین به غیر از من کسی داخل کیفتون رو ببینه. البته 1% دوست ندارم فکر کنین که من قصد فضولی داشتم، اما یه لحظه چشمم خورد. ممنون. اگر تشریف می‌برین منزل همون خانم مدیر، من مسیرم همون سمتیه. با تاکسی میرم. خیلی ممنون. تعارف میکنی؟ خب بیاین میرسونم تون دیگه. نه اینجوری راحت هم. باش. ولی زنداداش هم اگه بفهمی که من میتونستم شما رو برسونم نرسوندم خیلی ناراحت میشه. این راست میگم واقعا، یعنی اصلا یه اخلاقایی داری که حالا به نظرم اصلا فکر کنی سوار تاکسی شدیم.
این کاروان سرای بسی کاروان گذشت. ناچار کاروان شما نیز بگذرد. دال بده بابا ناصر. یه شنفتی چه بگفت مادر جان؟ این اتاق تکیه وفا نکرده به کسی. آخه جمع کردن باربندیل کاروان قبلی هم افتاده گردن من بدبخت. اونقدر که تو خورده ریز داری طفلی فرزانه نداری. مامان جان من هم واسه همین خورده ریز هست که میگم با اتاق تکی داشته باشم دیگه. حالا شانس آوردیم یه نمیخوایم میسندلی و فرشار با خودمون ببریم. اینجور که تو داری پیش میری چنگیز خانم کشورگشایی نکرده. فردا پس فردا به اتاق من و مامان تو مادر جونم نظر داری. الان که گفتی یادم افتاد بابایی. چرا اتاق شما اصلا یه هوا از مال من بزرگتره ها؟ سوخته. عوض که هرست بان دنیا رو بخوری برو به خواهرت زنگ بزنم الان تو چه حالیه؟ چشم زنگ میزنم. این بابامه، این مامانمه، این بروجک خونه است، این خانجانمه، اینم که خودمم. عزیزم ببینم این زهرتونه. آره زهره تقریبا همسن و سال توه. چیه؟ چرا جوری نگام کنی؟ نه خب اصلا شبیه هم نیستی. آره خب زهره خیلی شیطون تر از منه. نه با منظورم قیافه هاتونه. نمیدونم. سب کن به مامان و محبوب خانمم نشون بدم. مامان نگاه کن خواهر کوچیکشو. میبینی اصلا شبیه خودش نیستا. محبوب خانم شما نگاه کنی. دختر با نمکی. افسر جان بده. عجیب شبیه یه نفر هست نمیدونم کیه. خودم یه اکس دوران دبیرستانم دارم این همینه. عجیبه مثل که از خونه شونه. بریم هم بهش برس. خونه ما هم که همه زنگ میزن. ببخشید از دارم بیاییز. پس با این حساب برادر شوهرت این دورو برا بودی که گیه فرزانه رو پیدا کرده. شوهرت میدونه اینجایی؟ آره خبر داره. خب پس خیلی خوبه، معلومه که نگرانته. یه چیزی میخوام بهت بگم، نمیخوام به دل بگیری. تو یه بار مزه جدایی رو چشیدی. اگه مرد خوبیه برگرد پیشش. باید اول خودم پیدا کنم قبل از هر چیز. میخوام برم سر خاک هستی. هر چی که بهت میگم باز بر میگردی سر خونه اولت. من نمیدونم چرا چیزی رو که یه روز به راحتی ازش گذشتی حالا برات اهمیت پیدا کرده. برای که تو این 15 سال روزی نیستش که احساس نکنم دارم تاوان پس میدم. باشه اونا رو هم میذارم برای. آخه تو یه کارتون کتاب رو میخوای چی کار؟ مامان جون گوش نده به حرفش. تو هر چی لازم دیگه هر جایی بری میشه که اون میخواد داستان باشه. آره بابا آره یه کوچولو حتی جا نمونه وسایل من که من وسایلمو کجا بذارم. بعد همینجوری بعد ریخت و پاچ بشه. بعد اون وقت میخواد سر من قور بزنید که تموم شد. خب نه حالا خودت چجوری؟ نه دیگه چیزی نمونده. الان ما میایم دیگه چند روز دیگه. آره نه اونا رو که گفتی برات همه رو جمع کردم. آره ماما آره قربونش. نه بابا زهر مادر جون هوشنگ زنگ زده بود. آره. خیلی باشه بنده خدا واسه پیدا کردن خونه کم زحمت کشیده بود، حالا گفت دفترم پیدا کرده.
بازم تو ازش فراری باش. هوشنگ دیگه اخلاق من دستش اومد. هوشنگ دستش اومده ولی اکرم این چیزا حالش نیست. یادت باشه رفتی تهران از دل هوشنگ و اکرم در بیار. فریبا هم همینطور. کجایی تو فراز؟ چرا هرچی میگیرم به دسترسی سی؟ خب خودت داری میگی گوشیم در دسترس نیست دیگه. چیکار کنم؟ تقصیر من که نبود که. گفتی برو شرکت، منم رفتم اونجا. خب زنگ میزدی همونجا؟ تو راه خونم دارم میام. زود بیا خونه، کارت دارم. حالا ببینم پسرت چی داره بهم بگه. تو به برادرت چی کار داری؟ هرچی میخواستی بشنوی که از دهان فرشته شنیدی. از همون اولم بی فکر عمل میکردی. کاری کن قدر تو بیشتر بدونه. برداشتی با دست خود دوباره انداختی شد دامن اون محبوبه. من با پسر شما کاری ندارم. بره بره دل همون خانم، من دنبال چیز دیگه ای. دنبال چی؟ خیلی دوست دارم بفهمم چرا محبوب از دست پسرت فراریه. Thank you.